دوستان عزیز جناب آقای عبدالقادر بلوچ با داستان. در لایه‌ای نه چندان عمیق‌تر از این شادی و خنده‌ای که نشسته روی فیس تک تک ما اندوهیست. چه کسیست که دسته گرگ به خانه‌اش حمله کرده باشند و از عزیزان خود فراموش باشد؟ گرامی باد یاد منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی، روحانی دربند، بروجردی، بهاره هدایت، ارژنگ داوودی، بهروز جاوید تهرانی و ابراهیم مهرنهاد و تمام عزیزانی که شما نگران آنها هستید. و درود بر هموطنان بهایی ما که در رنج و اندوه مضاعفند. قبر حراجی. من معمولا با فروشندگان دورگرد زیاد مهربان نیستم، اما در را که باز کردم، زن زیبا و جوانی را که لباس مختصری پوشیده بود و دستش را دراز کرد و گفت امیلی تایسون هستم، با آغوش باز پذیرفتم. در حالی که نیشم تا بناگوشم باز شده بود، گفتم من هم بلوچ هستم. پرسید آیا نیم ساعت وقت دارم که راجع به مسئله مهمی با من صحبت کند؟ نگاهی به لباس مختصرش کردم و میخواستم بگویم 7-8-10 سالی از عمرم را که باقی مانده تقدیمش میکنم، اما جلوی خودم را گرفتم و در حالی که کنار میرفتم با دست اشاره کردم که تشریف بیاورم داخل. در همان دقایق اول بحثمان کشید به ایران. من همانطور که قهوه و شیرینی و تنقلات را روی میز میگذاشتم، چشمم هم تصادفی به پاهای ایشان که روی هم انداخته بود افتاد. نطقم بیشتر باز شد، طوری که یک نفس خلاصه 30 سال کشتار و خفقان و سانسور نظام را برای ایشان گفتم و رسیدم به جنبش کنونی. اشاره کردم به رومیزی سبزم تا بداند من هم حامی جنبشم. خانم امیلی به دقت گوش میداد و با صداها و ریز و درشت کردن چشمان درشتش و حالاتی که به صورت زیبایش میداد، تعجب، انزجار و همراهی خودش را نشان میداد. متاسفانه در یک غفلت من خواستم نفسی بکشم. ایشان از فرصت استفاده کرده رشته کلام را از دست بنده رو بودند. آه سردی کشید که نزدیک بود من آتش بگیرم. خیلی ناراحت شدم که ناراحتش کرده بودم. ایشان گفت ببینید آقای بلوچ، شما تا حالا 2 تا سکته کردید. با این اخباری که تو کشورتون هست و با این علاقه‌ای که شما به کشورتون دارید، فکر نکنم 20 سالی بیشتر دووم بیارید. البته شما ماشاءالله خیلی قبراق و سرحال هستید و خیلی از سنتون جوانترید، ولی خب ما دیگه مثل جوانها 50 سال وقت نداریم. نگاهی به او که 20 سالی از من جوانتر بود انداختم و از این که مرا جوان و قبراق میدید بیشتر از او خوشم آمد. خواستم به او بگویم کمی شکسته شدم، اما جوانای امروزی رو میگذارم تو جیبم.